عاشق می خود خود گفتم تو را در من نمیدن تو چی میگی با خود عاشق می خود خود گفتم تو را در من نمیدن تو چی میگی اسر چادر نگاه ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی اسر چادر نگاه ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی اینا دغم از این موندن که از زیر چادرت نگاه به ما میکنی امشب که کی میره از زیر چتر معلوم نیست برحال تشکر میکنم از همه ستاره و نمایندگی از همه شما میخواییم از علی عزیز بپرسم که امشب را چی فکر میکنه؟ من خودم همیشه حس قشنگی داشتم، ترس و استرسی نداشتم، حتی اگرم هست شما در حد یک شماره در حد یک نام است و این پروسه و این در واقع جریانی که ما شروع کردیم ادامه پیدا خواهد کرد و من خودم ترسی ندارم دست بشه. از همه شما تشکر میکنم، برین دیگه منتظر باشین که چی میشه، موفق باشین. تشکر. تشکر. مجید با سلام و سلامتی به شما بیننده های عزیز آرزو میکنم که دلتان بی غم و سرتان بی درد باشه و برنامه اعلام نتایج ستاره ها خوش آمدید. داور عزیز شما را هم خوش آمدید میگم. خب عزیزان، امشب هم شب سخت و نفسگیر برای ستاره هاست. یک ستاره با کمترین رای میره و شما رای دادین با ستاره که ستاره دلخواه شماست و یک ستاره که کمترین رای داره از جمع ما جدا میشه. البته امشب ساحه خطر نداریم، یعنی که همه در ساحه حفظ هستن، اما تا هنوز هیچ معلوم نیست که کی میره و کی با ما میمونه. خب اگر میخواین برنامه های ما را از طریق گوشی های همراهتان دنبال بکنین، سر بزنین با اپ استور و گوگل پلی اپلیکیشن ستاره افغانه دانلود کنین. این هم جایزه برنده مقام اول این جشنواره. برای برنده مقام اول جشنواره دهم ستاره افغان، یک راد موتور AVLS از طرف شرکت شورلت اهدا خواهد شد. برنامه اعلام نتایج ستاره هاست و شب رفتن یک ستاره با کمترین رای. خب حالا هم دو عزیزی که می روی صحنه اجرا میکنه، علی و الیاس هستند. افتخارشان.
فکر بهار میآید، هوای یار میآید، با گوش من آهنگ انار انار میآید، با گوش من آهنگ انار انار میآید، انار انار از ما بود کنار یار از ما بود، میان سب تا دل بر سبز نگار از ما بود. راز نیا راز نیاز عاشقی در همه جا نمیشود، دست بلند مدعا دست دعا نمی شود، منزل غربت و سفر ملک و سرا نمی شود، با دیگران اگر شود برای ما نمی شود، بشر ما سبز و ناز می آید، با بزم ما محرم راز می آید، ناز عشق ما جان به گداز می آید. آرای درد آشنا بی آشنا نمی شود، گلهای باغ آفتاب به زیر پا نمی شود، یار و نگار دیگران به یار ما نمی رسد، سفله حیا نمی کند نقره طلا نمی شود، به شهر ما سبز بناز می آید، به بزم ما محرم راز می آید، از عشق ما جان به گداز می آید. آقای غزل، شما بگوین. البته این آهنگ از ساخته های آهنگساز محبوب وطن محترم امیرجان صبوری است که من بر از اونا صحت و سلامتی آرزو میکنم. شما هم البته در حد توان خود این آهنگ بد نخوندید. تشکر علی عزیز. چی شد که یک جای در بین آهنگت یک خیز زدی؟ من فکرم طرف از این مانیتورها بود سوت میزد، باز یک لحظه نفهم چرا احساس کردم که اینجا باید بخونم. اما لحظه اینجا نبودی البت. برحال خوب شد که چی نشد، از پیشت خرابی نشد. نه مسلط بودم، فقط یک لحظه فکرم طرف از اینا رفت که اینا چرا سوت میزنن. باز نفهم احساس کردم که امی جایش هست که باید بخونم. یک لحظه مونده. دهی هفته خواهم رای آشر نشیشته بودی. آمده بود دیروز سر تمرین دیدیمشان. خب تشکر. الیاس جان؟ هفته پیش مصروف چی کارا بودی و چقدر آمادگی گرفتی برای این هفته و با علی اجرا کردی؟ میشه بگویی چطور بود؟ خب هفته که گذشت بیشتر مصروف تمرینات بودیم با علی جان، آهنگای تنهایی جوره زیاد همراه با استاد قاسمی که واقعا زحمت میکشن تمرین کردیم، دیگه ببینیم چی میشه. الیاس جان در هرات چی میگن؟ در مورد خودت و چه خبرهایی هست از اون طرف ها؟ میگن که آیا خودت پیش میری یا خیر؟ خب من که هنوز بیشتر مصروف تمرینات بودم، نشده که برم ایراد از مردم دیدن کنم، اما زیاد زنگ میزنن به فیسبوک موبایل تشویق میکنن. برحال تشکر میکنم از هر دوی شما. امشب شب است که صاحب خطر نداریم، شما هر دو میتونین برین به اتاق ستاره ها، بعدا نتیجه معلوم میشه ببینیم چه اتفاق افتیده. ممنون. تشکر. تشکر از شما. تشکر. خب عزیزان تا لحظات دیگر برمیگردیم و دو عزیزی که اجرا میکنه باز هم میفهمین کیست؟ مجید و پنجشنبه. ما رو همراهی کنه. What
تشکر از شرکت مواد غذایی تایماز. با روب تایماز غذاهای خوشمزه و لذیذ بپزید. خب مجید و پنجشنبه روی صحنه هستیم، ببینیم چی میخوان. بچک خواندنی بازخوانی شد از طرف نسیم جان هاشمی و شکل اولیش که 35 سال پیش در اواخر دهه 40 زمانی که زلان صاحب مسئول موسیقی مدیر عمومی موسیقی رادیو بودن، این پارچه در اون زمان ثبت شد و بعدا در اون سالا بود، در سال 1349 فکر میکنم که یک گروپ میره برای کنسرت که در اصل زلان صاحب بود مدیر موسیقی رادیو به ایران. باز وایده است برای که در کابل دیر ثبت کرده، امرای هنرمنده ایرانی امرای کیا ثبت کردن آیده است؟ نه آیده نه، از خانندهای بسیار قدیم شان بودن، آوازخانشان و این شکل و شهلا و نامشان بودن بله. چند و این شکل فعلی شکل اینا اجرا کردن، این بازخوانی شده است و تمپویشان بگذاره بالاتر است و یک قسمت اضافه کردن هر صورت. و شما نام خدا باید نخوندید. تشکر استاد جان. تشکر بسیار زیاد. آقای شادکام مجید جان انخویی و پنجشنبه جان، شما در جمع هنرمندای بسیار نیک و خوب محلی و ستاره افغان هستین. آهنگ در زیباییش اجرا کردین، ولیکن یک فاصله بین کمرباری که من باز یک فاصله بار دیگر فرمی کنم
جامعه تاریک من یا شام تاریک من، همین فاصله که می آمد جز آهنگ نبود، یک کمک از نگاه من آهنگ خدشدار ساخت، رویم رفته با توجه اجرا کردم. تشکر استاد، تشکر استاد. مجید یک صفحه فیسبوک باز کرده و نگفته نمانه که عکس خودم سرچپه مانده. آنچه را دیدید و شنیدید یک اعلان تجارتی بود. گپ جالب دیگه چیز که امروز به خاطر از اینکه مجید باز نگوید کی جراب پوشیده کی جراب نپوشیده، هر کس دو جوره جراب پوشیده. گپ جالب دیگه در مورد مجیدی که دوباره از ما گفتن که چند بار برش گفتن که چرا از بینی میخوانی؟ یاد شما اگه باشه، حتما یاد شما است. مجید رفته پیش دکتر، بر دکتر گفته یک بار معاینه کو کمی انجریم در بینیم است یاد گلونم. من چند بی؟ اول خوب بگو که الیاس بر گفته که وقت ما با خودت نرم مرا در بیرون نمیشناسن، این واقعیت داره؟ نه، چون الیاسیان خواهی گپ نزده. خواهی کی گفته این گپ؟ والا من نشنیدم خواهی ازدن الیاس. خودت گفتی یا؟ خب خود الیاس گفته فکر کنم میگه پا. الیاس هم پشتی لیدی بر ما گفت دیگه پا من چی نکردم، البته دروغ معرفی شد اینجا. مجید خودت سخنگوی پنجشنبه هستی؟ گد ما میزنی خدا؟ گد پره کو؟ خب مجید پیش ما هیچ گپ زده نمیتونه. پنجشنبه بیچاره را این رقم آجز گیر کرده، حال ما کتش کار دارم. تو باش مجید، نوبت میرسه. فکر کن نوبت میرسیده چی کده میتونی؟ ده پیش دیت هستم. بابا خبر دیگه بگویم در مورد مجید براتون یا بس هست؟ مجید پنجشنبه را آزار داده، ما مال آزارش میتونم. گم نزن لب چی بشه؟ هر دفعه پنجشنبه را آزارم انتیال کد ما میرقم برخورد میکنی؟ عزیزم ما گم نزن. من را میشنسی که من چی کار هستم؟ من اونمون که هستم تصمیم میگیرم کدامت از این برنامه برین. گم نزن. من را مایکم بگی کده دو مایک گم بزن خدا. برحال تشکر میکنم از مجید جان و پنجشنبه جان عزیز، شوخ کردم، آزار دادم. بیا مجید، یاد بغل، یاد دیگه میترسه ازم؟ بخیر بود. چرا بترسم؟ مزاق میکنم پنجشنبه. من مزاق. تشکر بسیار زیاد، موفق باشید. بفرمایید. تشکر. چی کنیم دیگه، اگان شوخی کنیم امروشان ها؟ عزیزان میتونین سر بزنین به یوتیوب و برنامه های مکمل ستاره افغان رو تماشا بکنین و همچنان اینستاگرام ستاره افغان فالو کنین، تعقیب بکنین، عکس های جالب برنامه رو ببینین، لایک کنین و همچنان کامنت بگذارین. حالا هم مصطفی و شکران خان اجرا میکنن، اما پیش از آن یک دم کوتاه. بازم خوش آمدین عزیزان. برنامه اعلام نتایج ستاره هاست و امشب یک ستاره با کمترین رای از جمع ما جدا میشه و ببینیم که او خوشبخت کیست که به مرحله بعدی را پیدا میکنه و او عزیزی که میره چه بگیم. به هر حال مصطفی و شکران اجرا میکنن، به افتخار شد. نگار من، گلزار من، یک شمع بیا در کنار من. پیش از آن که من از جهان روم، سبز سر زند از مزار من. Thank you.
مان گهه صاف نیلگون همچو بسمله گشت غرق خون آسمان گهه صاف نیلگون همچو بسمله گشت غرق خون هر کجا دلز هر کجا دلز غیرین دله بیقرار من بیقرار من ای نگار من ای نگار من گل آزار من یک شمع بیاد در مزار من پیش از آن که من پیش از آن که من از جهان روم در دل سهر ناله سر کنم خلق راز خیش با خبر کنم در دل تو هم در دل تو هم یک اثر کنم تا که بشنوی آل زار من ای نگار من آل زار من یک شمع بیاد در کنار من پیش از آن که من پیش از آن که من از جهان روم سبز سر زند از مزار من سبز سر زند از مزار من مصطفی جان و شکران جان اجرا کردن مصطفی جان چی اتفاق افتید؟ یک جایی بخلم بله خیلی از پیش کی خراب شد؟ از پیش خودت یا از پیش شکران جان؟ از پیش هر دوی ما تو بود که چکچکای دوستا بود نفهمیدیم یک چیزی هست بخاطر از اینکه ببینین شما تمرین هم کردین و فوق‌العاده تمرین کردین دلیلش که اتفاق مفته و اجرایتان درست نباشه چی هست به نظرتان؟ دو آهنگ انتخاب شده بود که قرار بود ما و مصطفی جان آهنگ فواد جان رامزه بخونه استاد قاسمی انتخاب کرده بودن باز ما تو کنفیوز بودیم پیش خود دیگه نمیتونستیم در یک روز نمیشد که بالای از این ترک یک روز ما مشق تمرین کردیم من خودم شخصا خب یعنی مشکل از خود شما بوده درست؟ بله بله گپ حقیقتی است که من امی آهنگ این نگار خودم انتخاب کرده بودم که خودم تنهایی اگر باشم در برنامه بخونم باز آهنگ فواد جان رامز دوگانه میخوندیم باز شکران جان گفتن که آهنگ فواد جان رامز ما تا حال نشنیدیم امیر لطفا اگه میشه دوگانه ما و تو این نگار بخونیم فواد آهنگ فواد جان رامز خودت تنهایی بخون آل حقیقت گفتین آل حقیقت خب خانم شهلا شما هم میشه کوتاه در مورد آهنگ نظرتان رو بگین؟ بله چرا نه؟ اولا که خدمتتان عرض بکنم که این آهنگ از ساخته های بزرگوار استاد عبدالغفور برشنا هست از پدر من نیست ولی پدر من این آهنگ اجرا کردن چون استاد بزرگوار پدر من اصلا شاگرد استاد برشنای بزرگوار بود پدر من کار میکردن و زم خورترکی حتی پدر من را اولاد خوانده بودن و این آهنگ زیبا را استاد بزرگوار عبدالغفور برشنا ساختن و پدر من دادن و پدر من با مو زیباییش اجرا کردن ولی شما دو جوان عزیز شما خوب میگین ما مشق تمرین نکردیم و مسئله شعر خوب بسیار اشتباه خواندن یعنی سر تا آخر هیچ اصلا رپ به یکی دیگه شما وقتی یک آهنگ میخوانن باید شعر باید بفهمین که ما چی میخوانم ما چی رو برای مردم به اصطلاح مو شاعر کمی شعر گفته شما امور برای مردم منتقل کنن نه با ملودی با مو ساختار آهنگ باید شما او را برای مردم برسانن ما اید نفهمیدم شم میگفتن یک چیزای دیگه میگفتن هیچ اصلا تمرین نداشتن خلاصه اصلا تشکر ممنون خانم شهلا به هر حال مصطفی عزیز و شکران عزیز
تشکر از شما. موفق باشین. در آخر میبینیم که چی اتفاق افتیده. خب عزیزان، نزدیک میشه ما آهسته آهسته به لحظه سرنوشت ساز برنامه که لحظه خداحافظی یک ستاره با کمترین رای است. اما یک آهنگ دیگه هم باقی مانده، یک آهنگ گروهی ستاره ها که بعد از او بر شما خواد گفتم که کی از جمع ما جدا میشه. ما رو همراهی بکنین تا لحظات دیگر، برمیگردیم. توانایی جسمی و ذهنی با پارتی انرژی درینک. برای رفع خستگیتان از نوشابه انرژیزای پارتی استفاده کنین. خب قسمت با شما گفتم آهنگ گروهی ستاره ها مانده تا لحظات دیگر اعلام نتیجه. با ما باشید. کړم زستا دل رو بایما پری بده تر مرګ نکړم زستا دل رو بایما اوس کې نگار نشوي دل په اقرار نشوي اوس کې نگار نشوي دل په اقرار نشوي پد پد ګرځي کې خواکا تل در اقرار سره پد پد ګرځي کې خواکا تل ته د اقرار سره زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر مې تیر شو ګورا ټول انتظار سره عمر مې تیر شو ګورا ټول انتظار سره زستا دل رو بایما پری بده تر مرگ نکڑم زستا دل رو بایما اس میں نگار نشوے دل پا اقرار نشوے اس میں نگار نشوے دل پا اقرار نشوے پت پت گرزے کے خواکہ تل ددہ اغیار سارا پت پت گرزے کے خواکہ تل ددہ اغیار سارا زما یار نشوے زما دلدار نشوے زما یار نشوے زما دلدار نشوے عمر میں دیر شو گورا تولے انتظار سارا عمر میں دیر شو گورا آهنگ ماندگار که همه شما یا آهنگ دوست دارین از زنده یاد رحیم غمزده. خب در مورد یا آهنگ گروهی آقای غزل شما میشه کوتاه بگین؟ ببینین پیشتر خانم شعلا یاد کردن از زنده یاد استاد، از خاطرات استاد برشنا. برعلاوی استاد برشنا، استاد غلام حسین استاد محترم زلانسای بوده و ایر اگر ما عرف ما نیست، شما میتونین همراه سویلا جان زلاند و عید زلاند از اینا شما پرسان کنین. و این آهنگ بسیار آهنگ مقبول زیبا بود و شما هم آفرینتان کمی آهنگا را شما میخواین دوباره به ذهن خاطراتش تازه بسازین، یک وظیفه ما شما است و این بسیار کار نیک است. شما هم بسیار مقبول اجرا کردین، برای شما موفقیت آرزو میکنم برای هر یک شما. در رابطه مصطفی جان ببخشید، در رابطه به می که شما آقای
غزل گفتن گپ بسیار درست است. من هیچ خود منکری مسائل نیستم. اصلا در قسمت پدرم که من پدرم است، من بزرگ شده این خانواده هستم. ما از زندگی پدر خود خبر داریم. پدر من اصلا شاگرد استاد بزرگوار عبدالغفور برشنا بودن، ولی در پهلویش از استاد مرحوم غلام حسین خان و همچنین از حتی از بسیار موزیشنهایی که یک موسیقی بسیار مثلا دوتار می زدن، پدر ما از اینا یاد می گرفت. ولی چون پدر ما یک آدم متواضعی بود، همه گیشن استاد می گفت، همیشه بزرگای خود قدر می کرد. ولی در اصل استاد برشنای بزرگ پدر ما شاگرد ایشان بودن. همونطور استاد بزرگوار، استاد قاسم بزرگوار، پدر ما میگفت که اینی بچه اصلیم است. پدر ما را میگفت و این جای افتخار است. این جای افتخار برای پدر ما بوده. ما هیچ وقت از این که پدر ما از چیام آموخته، هیچ وقت ما منکر از این مسئله نیستیم. خب، یک هنرجو با کمترین رای امشب از جمع ما جدا میشم و او است، با او ستاره. بعد از وقفه برتان میگم عزیزا که کی از جمع ما جدا میشه. لحظه اعلام نتیجه ستاره ها. همه هنرجویان روی صحنه بیقرار و منتظر شنیدن نتیجه شان. شاید رأی مردم عزیز آن چیز نباشه که تصورش بکنی. پنجشنبه خودت میتونی بری به طرف بالا. پنجشنبه نامش نوازش. ما فقط میخواستم ببینم که چقدر هواداران اینجا زیاد هستن، برات کف میزنن و رأی مردم چطور است. ایستاده شو. نگفتن امانه که امشب در جمع حاضرین عزیز ماما جان پنجشنبه هم حضور دارن. میشه شما روی صحنه تشریف بیارین؟ السلام علیکم داورای عزیز و بینندگان عزیز و کلگی سلام و احترام عرض میکنم. ما آدینه آرمان هستم، از ولسوالی شکارشم هستم، از ولایت بدخشان. ما از شما خواهش میکنم که کوتاه یک زمزمه بکنین بر ما. خواست بزرگ دفعه از این که ما همین سن من 58 رسیم. نام خدا. از این که تبخشم 4 زن گرفتیم. ای شوخ سری زلفی تو را تا کی دادا، چشمی سری مستی تو را خواب کی دادا، در پشت خانه دو باخشه ای اناره، باغبانت منم ای باغی تره ای یاوه کی دادا. ممنون. با این اجرایی که شما کردین، زن سوم و پنجم و ششم هم در راه است. توکل به خدا میگم. مگه توکل به خدا. خب شما مایک به ما بدین. دست پنجشنبه رو بگیرین. پنجشنبه همراه ماما جانت برو برسانش. بفرمایین. پنجشنبه. خب پنجشنبه عزیز با ما هست و امشب آرایش به اندازه کافی بود که بتونم
شب آینده هم اجرا بکنن. اما خب از میان این هنرجویان کسی که با ما نمیمانه او است مجید جان، خودت جایت میشه تبدیل کنیم با شکران خان؟ شکران عزیز خودت برو بالا. مصطفی مهریار، الیاس ایسار، مصطفی و الیاس شما با ما هستین؟ علی عزیز، خودت اجراهای واقعا منحصر به فرد خودت داشتی در هر مرحله مردم عزیز ما تصمیم گرفتن که خودت باشی و مجید بره از برنامه. خب عزیزان بیاین ببینیم که مجید اندخویی از کجا آغاز کرد و رسید تا اینجا. مجید اندخویی صداقت و صمیمیت را با تمام معنا میتوان در او حس کرد. او با شخصیت منحصر به فرد و اجراهای گرم و پرشورش توانست پله به پله گام های موفقانه را بردارد. تو باز هم با ما هستی. مجید امروز از طرفداران و هواداران بیشمار برخوردار است. او در یک رقابت تنگاتنگ با دیگر هنرجویان امشب از میان ستاره ها جدا می شود و راه را برای هم قطارانش باز می کند. خواهرزاده عزیز مجید جان اندخویی، مامان پیدا کردی بهش تا 12 خدا قائم کنی که بسته قوم پیدا کنی. انشالله. اما در جان مادر جان راستی خوب هستی؟ جان تان جور بخیر صحت تان خوب طبیعت تان خوب هست مادر جان؟ جان مادر عالی آهنگ خواندم خب یک دفعه تویانا دادی مال باز تویانا به تو باز کدام زرمن دیگر میگیری؟ مجید عزیز تبریک باشه. خب چاره نیست، به هر حال میخواییم لبخندت همیشه داشته باشی و امو قسمه که شوخی میکردی اما تو شوخ باشی و خب قضاوت مردم عزیز است. امشب کم آزارتم دادم اما ایره بفهمی که من کسی را آزار میتم که دوستش داشته باشم. مجید میشه گفتنی تا بگویی در آخر کوتاه؟ انشالله امید و آرزو دارم که در مرحله خوششانس بیایم و
مردم همیشه بر استعداد قضاوت میکنه، او را من میفهم. آرزو دارم تا به قله ها برسم. میشه موفق باشی مجید عزیز. خب عزیزان، مجیدن پویی بر امشب روی صحنه بر آخرین بار اجرا میکنه. تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار بی‌نیاز میسپارم. شاد و سلامت باشید. بدرود. و یک چی برای مادر خود بریم، با مادر خود چیکنیم؟ شکن بیا که بریم به وطن، باز و آخری کده میریم به تخت رستم. گل گلک سنگ شکن بیا که بریم به وطن، باز و آخری کده میریم به تخت رستم. یارم با دالان آمد، از بالا باران آمد، یارم با دالان آمد. یک بوسه طلب کردم چشمش بگریان آمد، یک بوسه طلب کردم چشمش بگریان آمد. بلبلک سنگ شکن بیا که بریم با وطن، بوسه و خوری کده میریم با سیل چمن. بلبلک سنگ شکن بیا که بریم با وطن، بوسه و خوری کده میریم با سیل چمن.